چون توی لایف چت ازم پرسیده شده که آرمین مستقیم برو سر قانون سخت جنین ایالت تگزاس، من در برای این صحبت بکنم بعد مهدی رو سری میرم بالا. خب این اتفاقا خوب شد که اینو گفتی توی لایف چت، چون که من از این دوباره استفاده میکنم برای اینکه یه مقدار اعتراض بکنم از کسایی که میخواستن از ترامپ طرفداری کنن، برای اینکه واقعا هرچی هی بیشتر هم میگذره افتضاحایی که ترامپ برای حقوق زنان به دلایل دینی، یعنی ما خیلی برای من جالبه کسایی که سکولارن، کسایی که بی خداان اینجا تو برنامه های ما میان طرفداری میکنن از ترامپ. یعنی من نمیدونم لیست دلایلی که کسی از ترامپ باید دفاع بکنه، مخصوصا کسی که ادعای بی خدایی میکنه، ادعای سکولاریستی میکنه، ادعای طرفداری از آزادی بیان میکنه، ادعای طرفداری از طرفداری از محیط زیست میکنه، بعد میان میگن که نه به نظر من، یا میگن ترامپ خوب بود یا میگن که فرقی نداره هر کسی بیاد سر. آره فرق نداره. خب همین موضوع سخت حقوق زنان تو آمریکا رو نگاه کنین، موضوع قوانین سخت جنین توی تکساس، برای چی الان اینطوری شده؟ توی یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان حقوق زن انقدر الان عقب افتاده. خب یعنی آمریکا واقعا از لحاظ از این لحاظ از کشورهای پیشرفته دیگه عقب افتاده تره. به خاطر چی؟ به خاطر دین. به خاطر دین، یعنی به خاطر قاضی هایی که ترامپ گذاشته سر کار توی سوپریم کورت. سوپریم کورت چی میشه؟ میشه دادگاه عالی؟ دادگاه عالی میشه سوپریم کورت؟ داره فکر کنم میشه. خب یعنی ببینید این قوانینی که الان تو تکساس گذاشته شده برای اینکه سخت جنین رو غیر قانونی کنه، خب به طور خیلی واضحی، به طور اصلا تناقض داره با قانون اساسی آمریکا، خیلی واضح. ولی پنج تا از نه تا قاضی دادگاه عالی آمریکا الان اینو نیومدن علیهش، یعنی قرارش یه فرصتی بود که اینا بیان اینو بگن این علیه غیر قانونی، علیه قانون اساسی، همچه قوانینی تو تکساس نباید باشه، ولی پنج به چار گفتن که نه، ما علیه این قوانین فعلا کاری نمی کنیم، با اینکه به طور واضح علیه قانون اساسی آمریکاست. خب چرا اینجوری شد؟ به خاطر اینکه ترامپ که یک کسی بود که میخواستش به دیندارهای آمریکا نشون بده که علیه حقوق زن فعالیت میکنه، برای همین باید رای بیاره، قاضیای رو گذاشت که بسیار محافظه کار، بسیار راستگرا، بسیار دینی هستن توی دادگاه عالی آمریکا. دادگاه عالی میشه، درست گفتم؟ من موافق شقایقم که الان شما موافق سخت جنین هستین. بله معلومه. آیا سخت جنین مخالف آزادی زنان هست؟ نه، قوانین علیه سخت جنین مخالف آزادی زنان هست. بسیار واضح، بسیار واضح. معلومه که موافقم به سخت جنین. دلیلی نداره که نباشیم. هیچ دلیلی نداره که نباشیم. این یکی از واضح‌ترین حرکت‌های ترامپ بود علیه حقوق زن تو آمریکا. هیچ کشور پیشرفته دیگه به این عقب افتادگی آمریکا تو این موضوع نیست الان. سال‌ها آمریکا رو الان به خاطر این کار ترامپ عقب افتاده. حالا تو فقط همین نخواهد بود. حتی با اینکه مردم کشور آمریکا به شدت دارن لیبرال تر میشن، به شدت از دین دارن دورتر و دورتر میشن به سرعتی که اصلا کسی انتظارش نداشت، این قاضیای ریکل تو دادگاه هستن آمریکا رو عقب نگه میداره تو یعنی ترامپ کاری رو که کرد 4 سال اومد رفت، ولی این کاری که کرد با دادگاه عالی آمریکا تا دهه ها آمریکا رو عقب نگه خواهد داشت، حتی با اینکه نظر مردم آمریکا فرق داشته باشه. مخصوصا به خاطر اینکه این قاضیا تا مرگ تا رو کار باید بمونه، یعنی اصلا به طور دموکراتیک انتخاب نمیشه، رئیس جمهور میاد انتخابش میکنه و همینجا میمونن. رئیس جمهورا کلی عوض میشن ولی این قاضیا میمونن. حتی مردم آمریکا همشون هم اینا رو نخوان، این قوانین عقب افتاده دینی محافظه کاره رو به مردم آمریکا زور خواهند کرد.
یعنی 4 سال اومد ترامپ، خیلی میگفتن ترامپ انتخاب ترامپ با هیلری کلینتون هیچ فرق نداشت، هیلری کلینتون امکان نداشت یه همچین قاضیایی رو بذاره تو توی دادگاه آمریکا، دادگاه آمریکا امکان نداشت همچین کاری بکنه. ترامپ بود که این کارو میکرد به خاطر اینکه میخواست طرف، یعنی میدونست کسایی که دارن طرفدارش میکنن، خودش که اصلا دین براش مهم نیست، ترامپ تنها چیزی که براش مهمه خودشه، خب ولی میدونست کسایی که طرفدارشن دین دارن. خیلی خوب، ها قاسم، آره میتونن استعفا بدن ولی این کم اتفاق میفته، یعنی تنها جوری که قاضیای دادگاه عالی آمریکا عوض میشن یا اینکه بمیرن یا اینکه استعفا بدن. استعفا هم معمولا نمیدن، حالا تو اتفاق افتاده ولی معمولا نمیدن. خیلی خیلی. شقایق میگه از چه نظر سخت جنین یعنی مرگ، یک مرگ یک نفس یک انسان، من که توجیهی برای این کار نمیرم. نه، این جنین حقوقش با یک انسانی که خداگاه کاملا فرق داره. خب شما چون از لحاظ بیول، نه ببینیم، ما وقتی که از لحاظ اخلاقی میخوایم تعیین کنیم که چیزی اخلاقی هست و چه چیزی اخلاقی نیست، که اخلاقی بودن هم روی این که تعیین بکنیم که چه چیزی قانونی باشه چه چیزی قانونی نباشه تاثیر داره. خب میدونم این دو تا موضوع مختلفیه، ولی خب قانون هم باید بر اساس اخلاق باشه. خب ما به خاطر اینکه تعریف یعنی خیلی ها میگن که خب این تعریفش یک انسانه، برای همین نباید جونش گرفته بشه، چه ربطی داره؟ خب ما استاندارد اخلاقیمون بر اساس از یعنی خوشحالی و ناراحتی، یعنی ما به عنوان یوتیلیتریانیست یا فایده‌گرا یا سودگرا تنها چیزی رو معیار قرار میدیم، مهدی رفت، تنها چیزی رو معیار قرار میدیم که ببینید یک جنین خودآگاه نیست. خب یک جنین به هیچ کدوم از حقوقهایی که یک انسان که به دنیا مادر رو داره رو نباید بتونه داشته باشه. خب جنین فقط، حالا میتونیم بگیم ببین شما، من تک تک سلول های بدنم رو اگه ازم جدا کنیم اینو میتونیم کلون بکنیم بکنیش یک انسان، یعنی یه چیزی، یک انسانی که کاملا مثلا یک انسانی که بالغ بشه بزرگ بشه بتونه خودآگاه بشه، یعنی هر سلول پوست منم پتانسیل اینو داره که یک انسان خودآگاه بشه، هر چیزی که پتانسیل اینو داشته باشه که یک انسان خودآگاه بشه، این که معنیش نیست که باید از حقوقش دفاع بکنیم. خب یعنی اینکه تعریف، مثلا شما میگیم به طور بیولوژیکلی تعریف این جنین یک انسانه، خب ما به عنوان بیولوژیکلی چیزی رو که تعریف میکنیم به عنوان یک شخص توی قانون، از لحاظ قانونی از لحاظ اجتماعی فرق داره با چیزی که ما تعریف میکنیم توی بیولوژی. خب ما چیزی رو که براش حق قائل میشیم حداقل باید خودآگاه باشه، حداقلش این باید خودآگاه باشه تا بتونیم براش حق قائل بشیم.